پیشگویی های شاه نعمت الله ولی از جمله مباحثی است که علاوه بر این که بین مفسران اشعار و اندیشه های او محل مناقشه است، در بین مردم و عامه نیز بازتاب های زیادی داشته است. قصیده ای منسوب به شاه نعمت الله ولی وجود دارد که در آن آینده ایران و برخی حوادث تاریخی تا ظهور امام دوازدهم در آن پیشبینی شده است. برخی برای تفسیر این قصیده حوادث دوره صفویه و سلسله های تاریخی از آن زمان تا کنون، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجار، پهلوی و تا جمهوری اسلامی را در نظر گرفتند. در این قصیده تاریخ ظهور نائب امام زمان سال 909 هجری قمری تعیین شده و برخی با نیت نزدیکی به عصر صفوی تلاش داشتند تا این تاریخ را منطبق با روی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی ذکر کنند. در پیشگویی معروف شاه نعمت الله با تلویح و تصریح ظهور دوره‌های مختلف، صفویه، نادرشاه افشار، قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی را پیشگویی می‌کند. پیشگویی‌های منسوب به شاه نعمت الله ولی تا چه حد صحت دارند و او چگونه توانسته از قرن‌ها پیش از ظهور و سقوط دولت صفویه، نادرشاه، قاجاریه، پهلوی و در نهایت جمهوری اسلامی را پیشبینی کند؟ آیا طبق پیشگویی او پس از سقوط جمهوری اسلامی شاهد حکومت امام زمان در ایران خواهیم بود؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 3 کتاب هستند. کتاب اول دیوان شاه نعمت الله ولی مصحح عزیز الله علیزاده. کتاب دوم شناخت عرفان و عارفان ایرانی نوشته علی اصغر حلبی و کتاب سوم زندگی و آثار شاه نعمت الله ولی نوشته جواد نوربخش. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیش از پرداختن به موضوع پیشگویی های شاه نعمت الله ولی، لازم است کمی در مورد شخصیت و پیشینه شاه نعمت الله ولی آگاه شویم. شاه نعمت الله ولی عارف و شاعر دوره تیموری است که سلسله نعمت اللهی را تأسیس کرد. این سلسله از قرن هشتم تا کنون طرفداران خاصی در کشورهای مختلف دارد. شاه نعمت الله ولی عارفی غزل سرا بود که از زبان شعر برای بیان مفاهیم عارفانه استفاده می کرد. شاه نعمت الله علاوه بر تحصیل در زمینه تصوف و عرفان به طور عملی به عبادت و ریاضت مشغول بود. وی طریق جدیدی در تصوف ایجاد کرد و آن را به نام خود نعمت اللهیه نام نهاد که بعدها به هند انتقال پیدا کرد. با گذشت زمان و روی کار آمدن سلسله قاجار، این فرقه از هند به ایران بازگشت. سید امیر نورالدین نعمت الله، معروف به شاه نعمت الله ولی، در 14 ربیع الاول سال 731 هجری قمری در حلب به دنیا آمد. برخی بر این عقیده اند که تولد او در کوهبنان کرمان بوده است، اما تذکره نویسان تولد شاه نعمت الله ولی را در حلب ذکر کرده و وی را از نوادگان امام محمد باقر دانستند. بسیاری از عرفا شاه نعمت الله ولی را شیعه می دانند. مصطفی بافقی یکی از کسانی است که نعمت الله ولی را شیعه معرفی کرده، اما برخی چون حمید فرزام بر این عقیده اند که ارادت شاه نعمت الله ولی به امام علی نمی تواند دلیل شیعه بودن او باشد و با ارائه مستنداتی چون شاگردی یافعی سنی مذهب و ارادت شاه نعمت الله ولی
به خلفای راشدین و توجه زیاد به احمد غزالی وی را اهل تسنن معرفی می کنند. آرامگاه شاه نعمت الله در 35 کیلومتری جنوب کرمان در خیابان ولی عصر شهر ماهان است و 32 هزار متر مربع مساحت دارد. بنای اولیه مقبره یک اتاق چهار گوشه با تاقی گنبدی بود که بعدها در دوره صفویه گسترش یافت. شاه نعمت الله ولی در اجتهاد عملی پیروانش را از بیکاری و گوشه‌نشینی یا پوشیدن لباس‌های کهنه و فقیرانه منع می‌کرد. وی تصوف را انحصاری و مخصوص یک عده نمی‌دانست و به هر کسی که به دنبال مکتب توحیدی می‌گشت راه محبت کردن را توصیه می‌کرد. بررسی روحیه پیروان شاه نعمت الله ولی نشان می‌دهد که آنها نشاط و شادمانی زیادی در امر سلوک داشتند و مانند دیگر فرقه های صوفیه خمودگی و دوری از دنیا را بر نمی تافتند. شاه نعمت الله ولی به پیروانش احترام به اندیشه را می آموخت و بررسی زندگی وی نشان می دهد که با سلسله های مختلف تصوف و مذاهب دیگر با محبت و احترام رفتار می کرد. عبدالرزاق کرمانی در بیان عقاید شاه نعمت الله به کشاورزی می نویسد: آن حضرت میل تمام به اقسام زراعت داشتند و خود هر از گاهی به کار زراعت می پرداختند. برخلاف بسیاری از سران مذهبی دنیا گریز در فرقه های دیگر، شاه نعمت الله ولی بر حضور در اجتماع، مشغول شدن به کار و دوری از تنبلی تأکید داشت. البته این صرفاً یک دستور اخلاقی نبود، بلکه این خود بخشی از برنامه‌های او برای پرورش معنوی مریدان خود بود. از جمله توصیه‌ها و سفارش‌های شاه نعمت الله ولی به مریدان خود این بود که برای تصفیه دل و تزکیه نفس باید بدون در نظر گرفتن کیش و دین و آیین و مذهب شفقت به خلق خدا کنید و در خدمت خلق باشید و در خدمت به مردم کوتاهی نکنید و از هیچ کوششی مضیقه نکنید و در اجتماع حاضر باشید. از همین نکته میتوان استنتاج کرد که او مردم و مریدانش را از رهبانیت و گوشه‌گیری و بیمیلی و کنارگیری از اجتماع پرهیز میدهد و به خدمت خلق و حضور در اجتماع دعوت میکند و البته بیان می‌دارد که دل به دنیا و مادیات آن نبندید و خود را برای سفر آخرت آماده کنید. در قصیده معروف به پیشگویی شاه نعمت الله ولی چنین می‌خوانیم: قدرت کردگار می‌بینم، حالت روزگار می‌بینم، از نجوم این سخن نمی‌گویم بلکه از کردگار می‌بینم، از سلاطین گردش دوران یک به یک را سوار می‌بینم، هر یک را به مثل ذره نور پرتوی آشکار می‌بینم، از بزرگی و رفعت ایشان صفوی برقرار می‌بینم، آخر پادشاهی صفوی یک حسینی بکار می‌بینم. اشاره به آخرین پادشاه صفوی شاه سلطان حسین که شاهی فاسد و ستمگر بود. نادری در جهان شود پیدا، قامتش استوار می‌بینم. آخر عهد نوجوانی او، قتل او آشکار می‌بینم. اشاره به ظهور و سقوط نادرشاه افشار. شهر تبریز را چکوفه کنند، شهر تهران قرار می‌بینم. اشاره به انتقال پایتخت به تهران. بعد از آن دیگری فنا گردد، شاه دیگر به کار می‌بینم. که محمد به نام او باشد، تیغ او آبدار می‌بینم. بنابر ویژگی هایی که از او میگوید، مرادش احتمالاً محمد شاه قاجار است، نه آقا محمد خان قاجار. 14 سال پادشاهی او، دولتش کامکار میبینم. سال که از مرغ میشود پیدا، مرگ او آشکار میبینم. ناصرالدین به نصرت دوران 14-8 سال میبینم. عدد مزبور با هیچ یک از ارقام تاریخی در مورد ناصرالدین شاه تناسبی ندارد و نزدیکتران است که بگوییم مربوط به سن او در هنگام تاجگذاری باشد، که این هم البته دقیق نیست، زیرا مجموع 8 و 14 22 است، حالان که وی در 18 سالگی به قدرت رسیده است. اما اگر عبارت 14 و 8 سال بگیریم،
چون در می آید 4 ضرب در 10 40 به علاوه 8 48 سال طول سلطنت ناصرالدین شاه درست در می آید. از شهنشاه ناصرالدین شاه شیونی بیمدار می بینم. اشاره به ترور ناصرالدین شاه. روز جمعه ز شهر ذی‌قعده تن او در مزار می بینم. بعد از آن شه مظفرالدین را شاهیش ناگوار می بینم. چهارشنبه ز شهر ذی‌قعده مرگ او آشکار می بینم. مرگ هر دو ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در ذی‌قعده واقع شده. بنابراین پیشبینی او در این باره نیز دقیق می باشد. از الف تا به دال می گویم شاه و شاهی فکار می بینم. اشاره به نهضت مشروطیت ایران و تهدید پایه‌های سلطنت قاجاریه است. در خراسان و مصر و شام و عراق فتنه و کارزار می بینم. جنگ و آشوب و فتنه بسیار در یمین و یسار می بینم. اشاره به آغاز جنگ جهانی اول مصادف با آخرین روزهای عمر مشروطیت ایران. قتل و غارت لشکر بسیار در میان و کنار می بینم. شه چو بیرون رود ز جاگاهش شاه دیگر به کار می بینم. مراد احمد شاه قاجار است. جالب آنکه به خروج او از کشور اشاره می کند و نه مرگ او. چو فریدون به تخت بنشیند نوکرانش قطار می بینم. منصف بر صفات سلطان است لیک من گرگوار می بینم. دائم اسبش به زیر زین طلا کمتران سوار می بینم. عدل و انصاف در زمانه او همچو هیمه به نار می بینم. علمای زمان او دائم همه را تار و مار می بینم. تقابل دولت با دین و روحانیت هیچگاه در تاریخ ایران به اندازه دوران حکومت رضا شاه نبوده است. او کوشش کرد تا لباس روحانیت را از بین ببرد و به کلی سازمان روحانیت فرو بپاشد. هست فصل حجاب در عهدش فصل را بی اعتبار می بینم. مهمترین اقدامی که رضا شاه در دین زدایی انجام داد کشف حجاب زنان بود. جنگی سخت شود تمام جهان کوه و صحرا را فکار می بینم. اشاره به آغاز جنگ جهانی دوم. کاروبار زمانه وارونه قحط و هم ننگ و عار می بینم. اشاره به نابسامانی شدید اقتصادی در ایران و گسترش قحطی. همچنین اشغال کشور توسط متفقین و خیانت رجال سیاسی در همکاری با بیگانگان. چو 12 سال پادشاهی کرد شهیش برکنار می بینم. البته رضا شاه 20 سال پادشاهی نکرد، اما عملاً از اسفند 1299 تا شهریور 1320 قدرت را در اختیار داشته است. پسرش چون به تخت بنشیند بلعجب روزگار می بینم. نوجوانی به سان سرو بلند رستمش بندوار می بینم. در امور شهی است بی تدبیر لیکنش بختیار می بینم. خود محمد رضا شاه پهلوی نیز معتقد بود که در کار پایداری سلطنتش علی‌رغم حوادث سهمگین که می توانست تومار حکومت او را در هم بپیچد، همواره بخت با او یار بوده، تا جایی که مدعی بود که خداوند حامی اوست. دور او هم تمام خواهد شد، لشکری را سوار می بینم. شور و قوقای دین شود پیدا، سر به سر کارزار می بینم. اشاره به وقوع انقلاب 57 و ظهور جمهوری اسلامی. کمز 40 چون که پادشاهی کرد سلطه‌اش تار و مار می بینم. اشاره به 37 سال حکومت محمد رضا شاه پهلوی. غم مخور زان که من در این تشویش خرمی وصال یار می بینم. بعد از او شاهی از میان برود عالمی چون نگار می بینم. سیدی را از نسل آل رسول نام او برقرار می بینم. در این بیت سیادت آیت الله خمینی را تصریح می کند. ثانیاً نام او را نیز تعیین می نماید، زیرا عدد واژه برقرار با حروف ابجد 710 و عدد واژه خمینی نیز 710 می باشد. اما این اشعار تا چه حد واقعیت دارند و تا چه حد ساخته و پرداخته مبلغان دینی در هر دوره هستند؟ شاه نعمت الله ولی یکی از بزرگترین و شورانگیزترین عارفان و شاعران ایران بود. او دارای مقامی بلند در آسمان عرفان ایران است. پیشگویی‌های منسوب به او نیز بسیار معروف است. ولی ضمن حفظ احترام برای این عارف دوست داشتنی کشورمان، در این مورد باید گفت
این پیشگویی ها قابل اثبات نیست و سندیت ندارد. نسخه های مختلفی و به روایت گوناگون وجود دارد که همه آنها جعلی است، اگرچه همه مدعی اصل بودن آنها هستند. همه آدرس سند را می دهند ولی خبری از خود سند نیست. یک چنین پیشگویی های معروفی، یک تصویر از نسخه خطی آن وجود ندارد. تمام اینترنت را که بگردید، یک چنین پیشگویی معروفی، یک نسخه خطی معتبر ندارد. بله قطعاً عارف روشن و پاکدلی مانند شاه نعمت الله ولی می توانسته کرامت و پیشگویی داشته باشد، ولی انتساب آن باید ثابت شود. در هر حکومتی به میل خود اشعار را مطابق میل خود تغییر دادند. این مانند این است که ما بیاییم و از نام پرآوازه حافظ سوء استفاده کنیم و بگوییم که یک نسخه خطی از حافظ پیدا شده و در این غزلها حافظ وقوع جنگهای خاورمیانه را پیشبینی کرده بوده است. بعد هر کسی که مدرکی برای اصالت آن میخواهد حواله دروغین به فلان موزه و کتابخانه بدهیم و بگوییم بله اصلش در کتابخانه سنت پترزبورگ است، ولی دریغ از یک عکس از یک نسخه خطی. در مورد پیشگویی های شاه نعمت الله ولی هم واقعا اگر کسی مدرکی دارد آن را رو کند. مطمئنن ما به عنوان یکی از دوستداران شاه نعمت الله ولی از یافتن آن خوشحال می شویم. درباره ارتباط شاه نعمت الله ولی و حافظ نیز سخن زیاد گفته شده و برخی حتی از دیدار این دو، گفتگوهای آنها و تأثیر از شعر و اندیشه یکدیگر مطالبی نوشتند. حتی در برخی منابع بیان شده که مصرعی از شعر حافظ در تعریض به شعر شاه نعمت الله ولی گفته شده است. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ در صورتی که بررسی دوره‌های تاریخی زندگی این دو شاعر نشان می‌دهد که آنها نمی‌توانستند با هم دیدار کنند، چون شاه نعمت الله ولی زمانی به شیراز رفته که حافظ در قید حیات نبوده است. تاریخ زندگانی حافظ و شاه نعمت الله ولی نشان دهنده این است که حافظ پیش از شاه نعمت الله ولی میزیسته و شاه نعمت الله اشعار حافظ را خوانده و در نوشته هایش از آنها تأثیر گرفته. کاملا واضح است که وزن برخی غزل های شاه نعمت الله ولی وام گرفته از شعر حافظ است. بنابراین آنچه در این باره گفته شد که حافظ به اشعار او نظر داشته، ساخته و پرداخته ی مریدان شاه نعمت الله برای بالا بردن جایگاه وی است. برخی عرفا معتقدند شاه نعمت الله ولی برای حافظ احترام بسیار قائل بوده و هر جا در دیوانش از خواجه نام برده و او را ستوده، منظور وی شخص حافظ بوده است. شاه نعمت الله ولی آثار زیادی دارد که مهمترین آنها دیوان اشعار اوست. این دیوان 12,000 بیت است که از قالب‌های شعری چون قصیده، مثنوی، رباعی و غزل تشکیل شده است. هرچند امروزه او را به عنوان پیشگو می‌شناسند، در حقیقت تنها یکی از قصیده‌های او به پیشگویی اختصاص داشته و در دوره‌های مختلف افراد سودجو این قصیده را تحریف و نام‌های آن را تغییر داده‌اند.